در همین ارتباط آقای دکتر ولی آریا، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، روی خط اسکایپ با ما هستند. وقتتون بخیر آقای دکتر. وضعیت گروه های سیاسی در مقابل طالبان در حال حاضر چگونه است؟ ببینید، گروه های سیاسی افغانستان رو میشه به دو دسته عمده تقسیم کرد، اونهایی که قانون اساسی افغانستان رو میپذیرند و اونهایی که نمیپذیرند. اونهایی که قانون اساسی افغانستان رو نمیپذیرند طبیعتاً عبارتند از طالبان، شبکه حقانی که هم بخش از طالبان محسوب میشه و هم یک گروه مستقل، و شاخه داعش در افغانستان و گروه های خرد کوچک دیگر. و تا این اواخر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم در همون دسته قرار داشت که پیوست به دولت بعد از یک پروسه طولانی مصالحه و مذاکرات. گروه های دیگر طبیعتاً هرچند که اختلافات بسیار شدیدی بینشان دارند، ولی وجه اشتراک عمده که دارن مخالفتشان با طالبان است. و خود این انتخابات هم یک فرصت بسیار خوبی را ایجاد کرد که آن عبارت از این بود که گروه هایی که در گذشته خصومت های خشونت آمیزی علیه یک دیگر داشتن، مثل همین حزب اسلامی آقای حکمتیار که تازه پیوسته به دولت، این حزب و احزاب حتی افراطی تر دیگه را هم در کنار احزاب حتی لیبرال و احزابی که رهبرانشان سابقه سوسیال دموکراتیک داشتن، اینا را در حقیقت در یک جبهه قرار داد در مقابل دولت که خواستای مشترک داشتن، من جمله این که مثلا نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح بشه و سیستم تناسبی ایجاد بشه، که این خودش به اصطلاح یک فرصتی بود که در سر این انتخابات ایجاد شده بود. درسته. با وجود مسائل امنیتی که وجود داره، شما فکر میکنید افغانستان داره به سمت ثبات پیش میره؟ افغانستان در دو صورت میتواند به سمت ثبات پیش برود. اول اینکه حمایت جامعه جهانی، هم حمایت در عرصه نیروهای امنیتی و دفاعی، یعنی فراهم کردن منابع مالی و تجهیزات و تسلیحات برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه پیدا بکنه، و هم در عرصه دولت سازی و نهادسازی. و شرط دیگرش هم این است که همسایه‌های افغانستان که متاسفانه در سالهای اخیر وضعیت خیلی موضع‌گیری‌های منفی‌تری را در طول افغانستان داشتن، اینها در سیاستشان تغییر ایجاد بکنن. ما در گذشته تنها پاکستان را داشتیم که حامی اصلی طالبان بود، فعلا متاسفانه ایران، روسیه و تا اندازه چین هم در ارتباط، نه تنها در ارتباط مستقیم که بلکه به نحو حمایت هم میکنن. بنابراین تا زمانی که کشورهای همسایه نقش متخاصمی را داشته باشند، مشکل هست که بتوان ایجاد ثبات امیدوار کننده را در افغانستان شاهد بود. طبیعتاً در بعد داخلی خب نمیشود تنها مسائل را به ابعاد خارجی محدود ساخت و مربوط ساخت. در بعد داخلی طبیعتاً ما فعلا قومی شدن سیاست را در افغانستان داریم که این خودش یک از چالش‌های بزرگ در راستای ایجاد ثبات و وفاق ملی و هویت ملی در افغانستان است، و همچنین مشکل بزرگ و گسترده فساد. بنابراین در بعد داخلی این دو مشکل و در بعد بیرونی هم ادامه کمک ها به دولت افغانستان و مردم افغانستان و تغییر در موضع‌گیری و سیاست کشورهای همسایه در ارتباط با طالبان و افغانستان، این از عواملی است که میتوانند خیلی تعیین کننده باشند در ارتباط با ادامه ثبات افغانستان. متشکرم، مرسی که همراه ما بودید.